Well, um, I was uh, raised in a family that was Catholic. من در یک خانواده کاتولیک مذهب بزرگ شدم و کتب زیادی را مطالعه نمودم که یکی از آنان زندگی نامی مالکم اکس بود و زمانی که من معاصل یونیورسیتی بودم یکی از دوستانم که عضو انجمن معاصلین مسلمان بود مرا دعوت کرد تا در مراسم نماز روز جمعه شرکت کنم من در آن روز جمعه به آنجا رفتم و جمعه بعدی نیز در آن شرکت کردم و اکنون 24 سال است که هر جمعه این کار را انجام می دخن. Of... آیا انتخاب شما به سمت نماینده ایالت منسودا از بردباری و تحمل مذهبی در ایالات متحده نمایندگی می کند؟ بله مردم این منطقه این نظره را که امریکا یک جامعه مختلط است و مردم آزادی مذهبی و انتخاب را دارند با آغوش باز پذیرفتند. گرچه به شکل محدود شاید عکس عملهای در مقابل این مسئله به وقوع پیوسته باشد ولی به با شکل عموم نظریه اعتدال و تحمل در حال افزایش است در حقیقت یکی از رقبای من کوشش کرد تا از مسئله مذهب در رقابت با من استفاده کند ولی در مورد موفق نشد شما اولین امریکایی افریقایی الاصل هستید که از ایالت مناسودا انتخاب گردید و اولین مسلمان که به مجلس نمایندگان راه یافت. این مسئله روی فعالیت شما من یک عضو کانگرس چه تاثیری گذاشته است؟ خوب، هرگاه شما پیش قدم در هر موضوعی باشید، این مسئله باعث می شود تا علاقه و کنجکاوی در مورد افزایش یابد. من کوشش می کنم تا روی احتیاجات کسانی که مرا انتخاب کردند توجه کنم. کسانی که مردم عادی به شما رفته و کار زیاده می کنند که من فکر می کنم مش اقتصادی ما باید با آنان اولویت بدهد. ما در اسلام خلیفه خوانده شویم و به ما وظیفه داده شده که تا از زمین به شکل خوبی نگهداری کنیم و آن را آلوده نساخته و از آن برای دستاورد های شخصی استفاده نکنیم من به حقوق مدنی نیز اولویت داده و آن را ترویج می کنم که شامل مردم دارای رنگ پوست مختلف و شمول سفید پستان، اقلیت های مذهبی و زنان می گردند. من یکی از حامیان سرسخت حقوق زنان هستم. در انتخابات امسال در ایالات متحده، علاقه و توجه مسلمانان را در این کشور چگونه توجیه می کنید؟ مسلمانان امریکایی به این انتخاب علاقه زیاده دارند و در هر مرحله و در انتخابات مقدماتی که در حال حاضر جریان دارد شرکت نمودند. من فکر می کنم که به دلیل چالش ها در حقوق مدنی و حقوق بشر بیشتر مسلمانان امریکایی به حزب دموکرات روی آوردند. ولی وقت سوال روی انتخاب اوباما یا کلینتن مطرح می گردد، این مسئله هنوز مشخص نیست. من فکر میکنم که مردم هنوز در مورد تصمیم نگرفتند. ولی مثل امریکایی های دموکرات دیگر روی تصور ریاست جمهوری اوباما هیجان زده هستند. The turmoil that US faces abroad, especially in Muslim در این زمان حساس شما می خواهید تا چه نقشی را در زمینه تفاهم در میان یالات متحده و ملل اسلامی ایفا نمایید. هر کس میخواهد تا در صلح زندگی کند و اگر ما بر این اساس فعالیت کنیم مشکل در بخش روابط حسنه میان ایالات متحده و ملل اسلامی نخواهیم داشت من فکر می کنم که مهم است تا برنامه تبادلی که طبق آن از ملل اسلامی افراد به ایالات متحده آورده شده و از اینجا به ملل اسلامی اعزام میگردند تشویق گردد من فکر می کنم که ما باید خروج امر و مسئولانی از عراق داشته باشیم و این نگرانی بزرگ ملل اسلامی را تشکیل می تهد. اگر به موضوع دیگری بپردازیم، من فکر می که ما باید مسجدها، کنیساها و کلیساها را برد و بدل نمودن نظریات با یک دیگر تشویق کنیم و جوامع مذهبی باید بدانند که چه مسلمان یا یهود و یا مسیحی آنان مسئولیت بزرگ را در زمینه فراهم آوردن روابط در میان مردم برای شراخت یک دیگر و بخصوص در میان جوانان که در حال شکل با دارد اگر شما مذهب خود را من حیث پل ارتباطی به سمت خداوند بنگرید و راهی برای تماس با انسانهای دیگر منازعه در مورد وجود نخواهد داشت من فکر می کنم که جامعه مسلمان ما در اینجا نقش عمده را در مورد ایفا می کند